سیاست حکومت در قبال اعتصاب کننده ها تهدید، فشارهای امنیتی و در بعضی موارد پلمپ مغازه هاشون بوده. این فشارها میتونه جلوی اعتصاب ها رو بگیره آقای رحمانی؟ من به نظرم نه. یعنی هر چقدر رژیم الان هر دست به هر کاری بزنه برعکسش تموم میشه. یعنی پلمپ کردن خشم مغازه‌داران رو بیشتر کرده، در این دوره دیدیم و نتونست اعتصابات رو در حقیقت بخوابونه. بنابراین در یک کلمه این پلمپ کردن ها، این تهدید ها به ضد خودش تبدیل میشه برای رژیم. بله. روز به نظر شما رو میشتم. من به آبان 97 ارجاع میدم. برخورد خیلی شدیدی که با کارگران نیشکر هفت‌تپه صورت گرفت، 30 تن بازداشت شدن، بیش از 30 تن. اسماعیل بخشی بازداشت شد، سفیدی قلیان بازداشت شد، شکنجه شدن، اعتراف تلویزیونی گرفتن. اما در نهایت چه شد؟ امید اسدبگی برکنار شد. این یکی از دستاوردهای کارگران بود، هرچند که به تمام خواستاشون نرسیدن، ولی همین موضوع نشون داد که برخوردهای شدید امنیتی و قضایی کارساز نخواهد بود برای حکومت. خانم حاجی‌زاده، نظر شما رو میشنویم در 15 ثانیه. ببینید، حکومت هر چقدر که تونسته در خیابان با کشتار و سرکوبی که می‌بینیم، شاهدش بودیم، متوقف بکنه که نتونسته، قاعدتاً در این حوزه هم نمیتونه. با یک ابزار داره و اون هم سرکوب و فشار و تهدید هست. و قاعدتاً وقتی مردم می‌بینیم که عزیزشون رو جذب کردن و میدونن که چون می‌خوان، قاعدتاً نمیتونه از این ابزار بیش از این استفاده بکنه.